درود به هممیهنان عزیز، با برنامه دیگه از زایش و امید در خدمت شما هستیم. امروز یک برنامه کاملا استثنایی داریم با شما. بانوی هستم به نام بانو آسیما رویا زرین که من به صورت خیلی اتفاقی با ایشون آشنا شدم و دعوتشون کردم که بیان برای برنامه زایش و امید، قبول کردم و امروز در خدمتشون هستیم. من گویانه رها میکنم تا بانو رویا خودشون رو معرفی بکنم. بفرمایید، در خدمتتون هست. درود دارم به شما. حالا من آسیما هستم ولی روی کاغذ رویا زرین هم مکتوب هست. خیلی خوشحالم از آشنایی با شما. درود میفرستم به همه بینندگان و شنوندگان این برنامه و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و این محبت رو کردیم و این فرصت رو دادیم. خواهش میکنم. من یک کمی بیشتر بانو رویا رو معرفی میکنم. ایشون لایت ورکر هستن، یعنی کسی که برای نور کار میکنه. ایشون برگزار کننده دوره های کانال تلگرامی هستن که تقریبا 33,700 فالوور دارن و اسم کانالشون هم یا نور چنل هستش. ایشون ادمین هستن، 3 سال فعالیت مستمر در زمینه مراقبه چاکرا، انرژی درمانی و اطلاع رسانی درباره تمدن‌های فرازمینی تحت عنوان فدراسیون کهکشانی نور هستنشون و ادمین پیج اینستاگرام یا نور با آدرسش که من براتون توی کامنت ها میذارم. کارهایی که و موضوعهایی که ایشون در موردش صحبت خواهند کرد، یکیش تغییر سرنوشته، یکیش درمانگری نوینه و دیگری در مورد اینی که انسان در شیفت های بالاتر و در ابعاد بزرگتری که ما داریم بهش وارد میشیم چطور میتونه که زندگی نرمال خودش رو داشته باشه. ایشون مربی بین‌المللی یوگا هستن، مربی ورزش سرخپوستی، شاعر، متعب، متعهد به فعالیت و برقراری کامل سلطنت عشق در سیاره زمین. دلیلی که من از بانو رویا دعوت کردم که تشریف بیارن و با ما صحبت بکنن، اطلاعات ایشون در مورد خودسازی و چگونگی مبارزه خود شخص با نیروهای منفی هستش که ما درش قوطه‌ور بودیم. خوشبختانه دیگه نیستیم و ایشون به ما یاد میدن که چطور خودمون رو بتونیم از این جو و شرایط منفی که به هر حال سیستمی که داریم باهاش زندگی میکنیم، سیستمی که تقریبا جسم ما رو آزاد نگه داشته ولی با ذهنیت ما رو به زندانی کشیده و تغییر جهت داده برای شناخت حقیقت، برای اهمیت عشق و برای خیلی مسائل دیگه‌ای که متاسفانه بشر رو از اون توانایی‌های اصلی خودش دور کرده. و این سیستم مبارزه با سیستم بزرگی هستش که به هر حال ما الان توش هستیم، ولی فکر نکنید که مبارزه با اون احتیاجی به بمب اتم و تجهیزات جنگی داره. بانو رویا به ما میآموزند که ما چطور میتونیم با این سیستم بزرگ منفی که فعلا هست در جهان چطور مبارزه بکنیم. من دیگه میسپارم دست بانو رویا که ایشون شروع میکنن با ما صحبت کردن. بفرم. درود دارم مجدد. من خودم یکی از افتخارات همین که هم مدام در حال یاد گرفتن هستم و چیزی هم واقعا برای یاد دادن نیست. این چیزهاییست که مطمئن هستم که همه میدونن و من فقط یادآوری میکنم. از اونجایی که ما کره زمین، سیاره زمین، همه چیز انرژیست. همه چیز انرژیست و اینو هممون باهاش توافق داریم که همه چیز انرژیست و همه چیز یعنی هر انرژی به شکل‌های مختلفی تبدیل میشه، انرژی فرکانس‌های متفاوتی داره. بنابراین آدم‌ها هم در فرکانس‌های متفاوتی هستن، زمین هم داره تغییر فرکانس میده و تمام این به هم ریختگی‌هایی که داریم می‌بینیم فعلا ظاهری که خوشایند هم ممکنه نباشه برای خیلی‌ها، در واقع پوسته اتفاقاتی است، اتفاقات بزرگی است، اتفاقات مهمی است که داره برای همه روی کره زمین میفته. شیفت بزرگی داره انجام میشه، شیفتی که به قول معروف میگن از سه بعدی بودن مربوط به 5 بعدی بودن میرن. و حالا بیشتر توضیح میدم راجع به این که من سه محور داره صحبت امروزم که من اینو میخوام
تقسیم بندی بکنم و منظم جلو بریم که یک پارت اون هست معرفی کردن یک دانشمند به نام آقای گریگ بردن که حالا یا مخاطبان این برنامه باش آشنا نبودن تا حالا، اگه نبودن از امشب دیگه آشنا میشن باهاش، و یک دانشمند فیزیک کوانتوم هستن ایشون، یک دانشمند معنوی هستن، دانشمندی که سالهای سال دارن زحمت میکشن و ایشون در DNA انسان کشف بزرگی کردن. در DNA انسان کدی رو پیدا کردن که اتفاقا این کتابی هم درباره این نوشته بودن، کد الهی، و سالها پیش یادم نمیاد چه سالی این کتاب رو منتشر کردن. خیلی مفصل ویدیوهای خود آقای گرگ بردن رو در یوتیوب هم میتونن ببینن، کسانی که به زبان انگلیسی تسلط داشته باشن مفصل میتونن اطلاعات علمی نوین، چون میخوام بهتون بگم که علمی که تا حالا به مردم زمین داده شده بود علم کاملا دستکاری شده بود، از فیزیک، از شیمی، از کیهانشناسی، خیلی چیزایی که مردم آموزش دیدن در سیستم در واقع آموزشی روی کره زمین. ما هیچ کشور خاصی رو واقعا نمیخوایم جدا بکنیم از کشورهای دیگه، چون کل سیستم زمین، سیستم تحصیلش آلوده بوده، سیستم دانشگاهیش، مواد غذاییش، همونجور که در ویدیوهایی که من دیدم از برنامه قبلیتون خانم ممتاز گفت فرموده بودن، ایشون در برنامه قبل خیلی آماده سازی کردن در واقع برای این برنامه و همه چیز رو در واقع در رابطه با گلوبالیسم اینا گفتن، کاملا درست هست. منتها ما در این برنامه میخوایم بگیم که ما چقدر قوی هستیم، ما فقط نمیدونستیم که قوی هستیم، یعنی این قوی بودن ما از ما پنهان شده بود و الان هم دانشمندانی که به قول آقای گرگ بردن این رو فهمیدن یا دارن خودشون رو سانسور میکنن یا نمیخوان بگن که اشتباه بوده تمام این علم، یا اینکه جلوشون گرفته میشه برای گفتن، ولی به هر حال انسانهای پاک نهادی هم هستن مثل ایشون که میان و حقیقت رو میگن و میگن واقعیت اینه که این سیستم هوشمند و این سیستم قوی که انسان داره بی نظیره. این چیزی رو که میخوان جایگزین بکنن یا تبدیل به رباتش بکنن، در واقع میخوان شبیه سازی بکنن از اون توانایی هایی که انسان داره، حتی این همین سیستم موبایلی که ما استفاده میکنیم، هر چیز دیگه که داریم الان استفاده میکنیم شبیه سازی از توانایی های انسان هست. و ایشون کدی رو که در DNA پیدا کرد که این رو از زبان DNA تبدیل کرد به زبان کامپیوتر، زبان ریاضی و بعد یکی از زبانهای قدیمی، زبانهای کهن، و این کد این هست: خدای جاودان درون، که ما در کانالمون هم یاد میدیم که چجوری این کد رو فعال بکنیم. خیلی ساده است و با فعال کردن این کد توانایی های انسان، یعنی هر آدم این کد رو فعال میکنه توانایی هاش واقعا افزایش پیدا میکنه. الان زمان ارتقای انسانیت هست روی کره زمین. از اون ور نیرویی که اسمشو نیروی تاریک میذارن، نیرویی که زمین رو تالا کرده، نمیخواد که انسان ها بدونن راجع به خودشون، برای اینکه در بردگی باقی بمانند. این سیستم بردگی در هر کجای زمین به شکلی انجام شده. کشورهایی که آمادگی این رو داشتن که از طریق مذهب باشه، کشورهای این آمادگی رو داشتن از طریق ایدئولوژی باشه، کشورهای این آمادگی رو داشتن از طریق قانون باشه، به هر حال از هر طریقی همه کشورها رو این سیستم در خودش گرفته بود، سیستم تاریکی، که کنترلشون بکنه که مردم ندونن چقدر قوی هستن. و خیلی از کاراشون رو توسط سیستم بی‌نظیر انسان پیش بردن، یعنی توسط مدیا مردم رو برنامه ریزی کردن، توسط سیستم آموزشی مردم رو برنامه ریزی کردن، توسط قضا برنامه ریزی کردن که انسان نفهمه، بیدار نشه در خودش که چقدر قوی است. ولی الان به رغم این که آقای در واقع اسم، حالا اسمشون هم نمیخوام بیارم اینجا، که برنامه این رو داشتن که جمعیت انسانی رو به نصف تقلیل بدن، حتی خیلی کمتر، که در واقع سیستم بردهداریشون رو حفظ بکنن، اما خود هر حرکتی که دارن انجام میدن تبدیل به بیدارسازی مردم میشه. و خب این آقای گرگ بردن، این دانشمند بزرگ،
چیزای واقعا چیزهای بی‌نظیری رو الان داره میگه راجع به توانایی‌های انسان، و یکی از نکات خیلی مهمی رو که در یکی از آخرین ویدیوهاش مصاحبهاش مطرح کرد این هست که ما از طریق DNA فهمیدیم که نظریه داروین هم اشتباه هست، یعنی تمام این علمی که بر پایه اون گذاشتن و اینها که از نسل میمون هستیم و غیره، میگه ما از جای دیگه ای آورده شدیم به سیاره زمین. در واقع همون چیزی که ما بهش میگیم بذرهای ستاره ای رو آقای گرگ بریدن داره میگه که آره درسته، ما از جای دیگه ای آورده شدیم به اینجا، پس این یعنی که تمدنهای دیگری وجود دارن که باز اونها هم از چشم انسان دور نگه داشته شدن. پس این که انسان کیست واقعا یک محور بزرگ، یک دانش بزرگی است که ما کی هستیم. اول خودمون رو بشناسیم که چقدر توانا هستیم، و این چیزی است که مذهب معمولا اینو خواسته که مردم ندونن که چقدر بزرگ و قوی هستن. یه خدایی درست کرده یه جای دور که اون خیلی وحشتناک هست، خیلی خشمگین هست، خیلی منتظر که ما اشتباه بکنیم ما رو ببره اسفل سافلین، در حالی که اینجا اسفل سافلین بود، یعنی روی کره زمین یه اسفل سافلینی بود، ولی این زندان مغناطیسی، میخوام این مژده رو بهتون بدم، شکسته شده و آگاهی های جدید داره همینجوری وارد میشه به زمین، به خاطر اینکه اون حصار مغناطیسی که دور زمین بود برداشته شده و زمین با کیهان در ارتباط مستقیم قرار گرفته. من خیلی حرف زدم، سوالی چیز داریم؟ لذت بردیم، استفاده کردیم. خب من نتیجه گیری هایی که از این قسمت از صحبت های شما میخوام بکنم و در واقع ما اینو یه الگو بکنیم بیاریمش روی زندگی روزمره انسان ها که از 8 صبح که پا میشن و کاراشون رو میکنن، اینه که دوستان سیستمی که تا به حال وجود داشته سیستمی بوده که میخواسته که انسان رو در یک ناگاهی فرو ببره، و یکی اینه که از توانایی های خود بشر استفاده کرده برای تولید سیستم خودش. این مرحله اول، یعنی روزنه هایی رو تونسته پیدا بکنه که بتونه از اون طریق بتونه روی بشر تاثیراتی رو که میخواد رو بذاره. ابزارش برای این کار رسانه ها بودن. حالا امروز رسانه ما داریم به صورت کامپیوتر و تلویزیون های پرقدرت و پرسرعت و اینا، ولی در گذشته هم بوده، کتیبه بوده، کتاب بوده و به هر حال توی کتابخونه ها اینجور چیزا رو تدریس میکردن. قضیه اصلی این هستش که حقایق از بشر پنهان شده. این حقایق تاریخی هستن، آموزشی هستن، علمی هستن، به تغذیه انسان ربط داره، برای حتی هواشناسی و جغرافیایی، و حالا اونو میرسیم بهش، جریان تغییرات جغرافیایی که چه دروغایی گفتن و همه اینا هستش. به هر حال سیستمی که ما الان داریم توش زندگی میکنیم با همه یه قدرتی که به نظر میرسه از طریق رسانه ها میتونن روی ما نفوذ بذارن، از طریق رسانه ها میتونن ما رو آماده بکنم به یکی که چیزی رو بخوایم یا نخوایم، چیزی رو یاد بگیریم یا نگیریم. پس بنابراین اینها در کنترل کامل بودن. شاهزاده عزیز میگن که مبارزات مدنی در ما در خارج از کشور تحریم تمام رسانه هاست و گوش نکردن، قبول نکردن به اینی که رسانه بتونه روی شما تاثیر بذاره. و یکی از دیگه از راه ها که بانو رویا برای شما به خوبی در آینده همین در دقیقه دیگه صحبت میکنن این هستش که ما باید سعی بکنیم با طبیعت آشتی کنیم، بیشتر در طبیعت قرار بگیریم و آماده باشیم به عنوان یک گیرنده، چون همه چی داره فرستاده میشه، همه چی داره ارسال میشه و ما باید فقط گیرنده همونو در واقع روشن بکنیم، آماده باشیم برای دریافت. و این گیرنده ها کجا بسته شدن؟ همون جایی که ما گرفتار رسانه ها هستیم، همون جایی که تمام وقتمون، چشممون، ذهنمون، همه چیمون متوجه این هستش که این رسانه چی میگه، بی بی سی چی میگه، اون چی میگه، اون چی میگه. پس برای من یکی از بزرگترین، مؤثرترین مبارزه‌ای که ما با این سیستم میتونیم بکنیم تحریم تمام این رسانه ها هستش و ارتباط برقرار کردن نزدیکتر با طبیعتی که داریم توش زندگی میکنیم که بتونیم گیرنده های بهتری باشیم. من صحبتم تموم شد، بفرمایید. خواهش میکنم. خب راجع به تغییر فرکانس زمین داشتیم صحبت میکردیم. من نظر
بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه رو جلب میکنم به یک سایتی به نام سایت رزونانس شما که اونجا میتونن برن و نگاه بکنن و ببینن که در طول یک سال گذشته، دو سال گذشته، چندین سال گذشته فرکانس زمین چه تغییراتی کرده. یعنی شیفت زمین یک مثل یک پروسه که از 2012 به این طرف شروع شده هی داره سرعت میگیره و از دسامبر 2019 به این طرف این شیفت و این تغییرات و این بالا رفتن سطح فرکانس زمین مدام داره افزایش پیدا میکنه با فاصله های زمانی کوتاه‌تر این اتفاق میفته. یعنی همین امروز که ما داشتیم پیش از برنامه با شما صحبت میکردیم بهتون گفتم که الان فرکانس رفت روی 32 هرتز گاما و میتونیم بریم و نگاه بکنیم که تغییرات رو ببینیم. فرکانس زمین برای مدت های زیادی روی 7.83 صدم هرتز گاما بوده. ببینیم وقتی که ما کل سیاره زمین رو در یک سطح فرکانسی تجسمش بکنیم که هست، خب ساکنین اون سیاره هم روی همون فرکانس هستن و این فرکانس بسیار بسیار پایینی بوده و این یعنی که ببینیم فرکانس هر شخص، میگیم ارتعاش هر شخص با آگاهی اون شخص ارتباط مستقیم داره. یعنی هر چقدر که ما فرکانسمون بالاتر باشه سطح آگاهیمون هم بالاتر میره. حالا به روش هایی سعی شده بود که انسان ها، خب سیاره که فرکانسش رو روی این نگه داشته بودن، قاصب هایی در واقع کسانی از موجوداتی بهتره بگیم از سیارات دیگه آمده بودن و زمین رو تصرف کرده بودن و انسانیت رو به بردگی گرفته بودن و خیلی از توانایی های انسان ها رو مسدود کرده بودن. یعنی از 12 رشته DNA 2 رشته DNA فقط فعال مونده بود در انسان ها و شما ببینید 10 رشته دیگه بلاک شده بود و مردم با همون زندگی میکردن. یعنی اگه آدم گوشت میخورد، اگر که آدم لبنیات مصرف میکرد و اتفاقا چیزهایی که تبلیغ میکنن، شما مثلا توی مدیا میبینید که چقدر تبلیغ فست فود میشه، نوشیدنی های مضر میشه، هر چیزی رو تبلیغ میکنن که فرکانس انسان ها رو پایین بیارن. رقابت تبلیغ میشه، نمیدونم چه میدونم، هر چیزی که شما فکرشو بکنید که سطح فرکانس و جنگ ها و اخبار بد، یعنی استرس، نگرانی و ترس از آینده که همش با اخبار بد از طریق مدیا و از طریق آگهی های تجاری و به هر شکلی به انسان ها داده میشه و حالا که از طریق همین کووید 19 که حالا شما میبینید که توی هر فرودگاهی میرین، شما توی هر فروشگاهی میرین، شما توی هر خیابونی میرین، مامورای گذاشتن، یعنی این حکومت نظامی توی همه کشورها درست کردن به خاطر اینکه انسان ها رو توی ترس نگه دارن و فرکانس آدم ها پایین بیاد. ولی نقش ما چیه این وسط؟ اگر که ما بدونیم به این توانایی خودمون بیدار بشیم و آگاه بشیم که ما موجودات بسیار بسیار توانمندی هستیم که ساختار سلولی ما، سلولی خودمون رو میتونیم مدام برنامه ریزی بکنیم. شما ببینید وقتی یه بچه دندونش مثلا از بچگی میافتاد، بهش میگفتن همه بشین و میگفتن دیگه سیستم اینو جا انداخته بود که ببین دندون دیگه در نمیاد، مواظب باشا. ساختار سلولی ما از بچگی پذیرفت که ما دیگه دندون در نیاریم. ساختار سلولی ما پذیرفت که ما در یک سنی بعد دچار پیری بشیم و ما در سنی بعد دچار مرگ بشیم. ما به ساختار سلولیمون چه چیزهای دیگری داده شده، یعنی چه پیامهایی مدام داده شده و پذیرفته. حالا وقتش هست که ما چون بیدار شدیم و میدونیم که حالا ما فرمانده این بدن هستیم، یعنی من اگر مدام برنامه ریزیشم با ترس و من بیماری میگیرم حتما میگیرم، ولی اگر که از این آگاه باشم که این سیستم اختیارش با منه و من هرگز بیمار نمیشم و من همیشه در سلامتی هستم و هر روز به سیستمم این برنامه رو بدم که روز به روز دارم جوانتر میشم، روز به روز سالمتر هستم، روز به روز توانایی هام، استعداد هام داره افزایش پیدا میکنه. همین جوری میشه. ما در یک همچون زمان طلایی هستیم. الان میخوام فقط بهتون بگم به رغم سختی هایی که در بیرون میبینید، بشریت، انسانیت در حال یک شیفت بزرگ آگاهی است، فوق العاده است. داریم به توانایی های خودمون بیدار میشیم. باید قدر این رو بدونیم و میخوام اینو بگم که
امکان خیلی بزرگی الان برامون فراهم شده، چون گایا زمین مادر هم داره این ارتقا درش اتفاق میفته، داره هممون با همه بچه های زمین هستیم، همونجور که شما فرمودین که از مدیا بیایم بیرون با مادر ارتباط بگیریم. ببین پروسه دانش داره بسته میشه، الان پروسه آگاهیه که داره باز میشه. آگاهی هست برای همه، میه همونجور که برای گریگ بردن که دانشمند هست میاد، شما از گیرنده ها صحبت کردیم، مرسی که گفتیم. ما وقتی که مثلا شکل تغذیه‌مون رو تصحیح بکنیم، خوردن گوشت، هر چیزی رو که فرکانس رو پایین میاره متوقف بکنیم، خوردن شکر، دود، الکل، اینها رو متوقف بکنیم، مدیا رو متوقف بکنیم، نذاریم همینجوری بشینیم روبروی مدیا هر چی که میخواد به ما بده و ما برنامه‌ریزی بشیم، ورزش بکنیم، تنفس بکنیم، چیزی رو که دارن از مردم میگیرن، ترس از نفس کشیدنه، یه ماسک بزن، حالا مدام دی اکسید کربن خودت رو تنفس کن، چی میشه؟ سطح اکسیژن بدن میاد پایین، ریه ها دچار مسمومیت میشن. این چیزی که پزشکا دارن میگن، خودشون میدونن، میگن ما اگر که داخل مثلا اتاق عمل ما ماسک میزنیم با یک شرایط ویژه‌ای بوده، تازه بعد از اون که اینقدر شرایط اونجا مطبوع و اکسیژن اضافه وارد اون محیط میشه، بعد از نیم ساعت دچار تورم میشیم. حالا شما ببینین کسانی که مجبور میکنن خودشون رو یا مجبورشون میکنن به اینکه مدام ماسک بزنن، سیستم ایمنی بدنشون خود به خود شروع میکنه به ضعیف شدن، حالا آماده هستن برای هر بیماری. بعدم که خب آمارای اشتباهی هم نشون میدن، باز ایجاد ترس میکنن و مردمی هستن که واقعا فکر میکنن درست میگه تلویزیون هر چیزی میگه. حالا چون با آدمای زیادی در تماس هستم در جاهای مختلف زمین و مخصوصا ایران، یکی میگفت که من پدرم تصادف کرده بود بردیمش بیمارستان، حالا میخوام آمارای دروغی رو بهتون بگم که چجوری درست میکنن، گفت بردمش بیمارستان روی پروندهش نمیشن بیمار کرونا، گفتم بابا تصادف کرده، گفتم نه در درجه اول مشکوکیم به کرونا. خب حالا در مجموع تا اینجا به اینجا رسیدیم که یک، انسان موجود بسیار هوشمند، ساختار سلولی بدنش، توانایی‌هاش بسیار زیاده. ما هر چیزی رو اینو بدونیم، آنهایی که زمین رو کنترل می‌کردن تا حالا و غصب کرده بودن تا حالا، که الان بسیار ضعیف شدن و باید سیاره زمین رو ترک کنن، چون اینجا مال آدم هست، اینجا سیاره انسان هست، جای اونها نیست. خب اونها از این توانایی انسان ها تا حالا سوء استفاده کردن، توانایی که خود انسان ها نمی‌دونستن، توانایی خلق کردن. چجوری؟ هر چیزی رو که ما فکر میکنیم، اینو تا حالا خیلی ها شنیدن، فکر میکنیم و احساس میکنیم، یعنی ما به یه چیزی داریم فکر میکنیم، مثلا دیدین یکی بچهش دیر میاد خونه، بعد اولی فکرهای شروع میکنه، بدتری فکرها رو میکنه راجع به بچهش، بعد شروع میکنه حسایی رو میاد سراغش، احساس غم و اندوه و اینا، این فکره و حسه ترکیب میشن با هم، و چون داره تنفس میکنه، پرانا یا انرژی رو داره تنفس میکنه، پرانا یعنی خلق کردن، فرمولش اینه، این راز خلق کردنه، پرانا یا انرژی به علاوه فکر به علاوه احساس، این با هم مجموعه چیزی رو درست میکنه که بهش میگن خلق کردن، یعنی ما همون موقع چیزی رو داریم خلق میکنیم و میفرستیم، این برای ما برق خواهد گشت. بنابراین اونها استفاده کردن از این، ما رو جلوی تلویزیون ها نشوندن، مردم حالت مسخ شده نشستن جلوی تلویزیون ها، هر چیزی بهشون داده شد داشتن پرانا رو دریافت میکردن، یه فکری بهشون داده میشد، احساساتی هم از پشت اون میومد، و این باعث میشد که این سیکل معیوب مدام بازسازی بکنه خودشو، یعنی ماتریکس بیرونی الان فرو ریخته. اون برین حتما فیلم ماتریکس رو ببینید، اون ماتریکس بیرونیه ولی اون زندان مغناطیسی فرو ریخته، ولی انسان هایی هستن که هنوز در ماتریکس درونی خودشون دارن اون سیکل معیوب رو تکرار میکنن و تکرار میکنن، چون همان گونه که بوده دارن فکر میکنن و احساس میکنن. ولی میخوام ازتون خواهش بکنم که از همه کسانی که در این لحظه دارن این ویدیو رو، این برنامه رو میبینن، ازتون خواهش میکنم که آگاه باشین از این که هر لحظه دارین به چه چیزی فکر میکنین، چه چیزی را احساس میکنین، و این رو دارین با انرژی که دارین نفس میکشین دارین ترکیبش میکنین. شما خالق زندگی خودتون هستین، شما خالق سرنوشت خودتون هستین، بدونین که هر لحظه چه چیزی رو دارین خلق میکنین و براش مسئول هستین با مسئولیت کامل.
ما آینده خودمون رو، آینده سرزمینمون رو، آینده زمین رو هر لحظه داریم خلق میکنیم. حواسون باشه چه چیزی داریم خلق میکنیم. ببخشید خیلی حرف زدم. نه خواهش میکنم، خیلی ممنون. اصلا شما اومدین اینجا که صحبت بکنین. بله، ما با صحبت هایی که با نورایا میفرماین دوباره ثابت میشه به اینی که ما با ذهنیتمون میتونیم خلق کنیم، و اگر که یه همچین فرضیه رو ما قبول بکنیم که واقعیت هم داره، به همین دلیل هستش که دعا اصلا میتونه کارساز باشه. یعنی شما وقتی برای یک کسی دعا میکنید با خلوص نیت، با وجود خودتون برای اون شخص بهبودی طلب میکنید، چطور میتونه این مؤثر باشه؟ پس این ما در بین یک میدان انرژی با شعور قوتور هستیم، نه فقط من و شما، کره زمین، نه فقط کره زمین، تمام سیارات، ما قوتور هستیم در یک میدان انرژی با شعور، و بایسته که گیرنده های بهتری باشیم که بتونیم این شعور رو دریافت بکنیم. مرسی. برای این گیرنده رو من یادم باشه بیشتر بزنم که اینو بازش بکنم. گیرنده یعنی بستن تمام راه های ارتباط رو بستن. به پرانا اشاره کردید، بله، هستن کسانی که پراناتراپی میکنن، منتها خب باید خیلی حواسمون جمع باشه که پرانا رو بدون دلیل وارد خودمون سیستممون نکنیم. ولی این پرانا چی هست؟ حالا من ترجیح میدم شما توضیح بدید که خب به حال فکتوال تر هم هستش، ولی شما وقتی که وارد طبیعت بشید و در سکون بدون سر صدای زندگی ماشینی و سر و سرسامی که ایجاد شده با خودتون خلوت بکنید، شما در واقع کمک کردید به اینی که این سیستم گیرندگی در واقع منافذ باز بشن، آمادگی بیشتری دارید برای دریافت. و اگر اون موقعی که میخواین دریافت بکنید، آگاهانه به پرانا فکر بکنید، یعنی پرانا یعنی یه چیزی که نیروی زایش، در اصل شما میتونید اون پرانا و اون انرژی و اون قدرت رو با اون جوری که میخواین و امیدوارم که مثبت باشه هدایتش بکنید. در واقع میتونید خودتون رو ترمیم بکنید. حالا این ترمیم میتونه ترمیم ذهنی باشه، میتونه ترمیم جسمی باشه، و همه اینا اتفاق میفته. این توانایی ها رو از ما گرفتن، این توانایی ها رو شما حتی با مدیتیشن کوانتوم شما میتونید حتی در گذشته خودتونم تاثیر بذارید، میتونید در آینده خودتونم تاثیر بذارید، که اینا خیلی دیگه مباحث رو باز میکنید که خیلی حرف هست راجبش. بله، خیلی صحبت داره اینها، فکر شاید که در مراحل بعدی بانو رویا بهشون اشاره خواهند کرد، ولی خب بد نیست که بدونید. من دوست دارم دوستان آماده باشن برای بلو آف شدن، برای اینی که ما داریم یه چیزی رو داریم تخریب میکنیم در وجودشون. به قول شما که فرمودید که میدان مغناطیسی آوتساید شکسته شده، و ما هنوز اون شکستن رو چون لمس نکردیم، هنوز تو زندان درونی خودمون گیر کردیم، و ما شاید که یک نشانه های بیشتری شما بتونین بدین به دوستان از شکستن این میدان مغناطیسی، زندان مغناطیسی، و اینها بتونن احساس آزادی بیشتری بکنن و قبول بکنن که باید از زندان خودشونم بیان بیرون. بفرمایید بانو را. مرسی. اول چند مورد من یادش کردم، راجع به گیرنده ها شما صحبت کردیم که ما چجوری گیرنده ها و فرستنده هامون رو باز کنیم برای ارتباطات کیهانی. ببینید، ما در یک هستی داریم زندگی میکنیم که خب تا حالا به ما دروغ گفته شده دیگه، تا حالا میگفتن که حیاتی در جای دیگه نیست، نیستن اصلا، ما تنهاییم اینجا. خب همه اینا دروغ بوده و بسیار تمدن ها وجود داره. حالا کارگردان عزیزمون عزیز برنامه خواهند فرستاد لینک ها رو و تصویر ها رو، که تصاویری که نشون میده ناوگان هایی هستن از تمدن های دیگه، که تصویر این ناوگان ها رو نشونتون خواهند داد، که البته در اون لینک یوتیوب، که اینا به سمت خورشید دارن میرن و وارد خورشید میشن. یعنی چی؟ یعنی که حالا بزنین برگردیم، اول بزنین من خیلی جلو رفتم، میذاره پریدم، میخواستم راجع به گیرنده ها بگم که چجوری گیرنده ها رو فعال بکنیم. ببینید، ما یه قده خیلی کوچولویی توی سرمون داریم، بهش میگن قده پینئال، حتما خیلی راجع به این شنیدین، که حالا دانشمندان میگفتن که ما نمیدونیم که این قده پینئال به چه درد میخور. اتفاقا میدونستن و عمدن راجع به این قده پینئال حرف زده نشد.
چرا که بچه ای رو که زمانی که هر بچه به دنیا اومد واکسنش زدن برای که غده پینالش فعال نشه، خمیر دندان های فلوراید دار و محصولات فلوراید دار مدام آوردن وارد بدن بچه ها کردن، وارد سیستم غذایی کردن، وارد آب کردن، که باز چون این فلوراید باعث کلسینه شدن این غده می شده و باعث می شده که این غده فعالیت نکنه و کار نکنه. اگر نه یک انسانی که طبیعی به دنیا بیاد، طبیعی بزرگ بشه، غذاهای فراوری شده نخوره، توی سیستم واکسن نباشه، باورهای غلط بهش داده نشه، لبنیات نخوره و غیر و ذالک، این انسان به طور طبیعی بیدار به دنیا میاد. یعنی اون گیرنده‌ای که شما ازش نام میبرید همون غده پینئال هست، این باید فعال بشه که کل این تمرین های تنفسی و ریلکس و میتیشن و اینهایی که همه رو میگیم انجام بدیم برای باز شدن و فعال شدن غده پینئال هست، که الان خوشبختانه با اتفاقهایی که داره روی زمین میفته، انرژی های بسیار قوی که داره وارد زمین میشه، باعث فعال شدن این غده داره در واقع درون مغز آدم ها داره میشه و خود فعال شدن غده پینئال داره باعث میشه که آدم ها آگاهی هاشون داره تغییر میکنه. مثلا شب طرف خوابیده، صبح بلند میشه میگه که یه درکی پیدا میکنه از جهان پیرامونش، از خودش، و میگه که خب من دیگه مثلا نباید دروغ بگم، من نباید توی سیستمی کار بکنم که باش موافق نیستم، من باید با خودم صادق باشم، من باید عشق بورزم به خودم، عشق بورزم به دیگران. این تحول درونی داره برای همش اتفاق میفته، حالا مثل یک پروسه است، بعضی زودتر بعضی دیرتر دارن بیدار میشن و غده های پینئالشون داره باز میشه. زمانی که غده پینئال بسته است، فرد به شدت منطقی، دو دو تا چهار تا و هیچ چیزی رو که خارج از این باشه که این علم در واقع علم قدیم دیگه بعد اسمشو بذاریم، طالبش بهش میگفته، رو نمیتونسته باور بکنه. اما با باز شدن پینئال داره اتفاقی میفته در واقع اون چشم سوم همه آدم ها، که خیلی هم ترسوندن آدم ها رو از این چشم که نه چشم سومتون باز نشه، خطر داره اینجوری، ولی واقعا زمانی داره فرا میرسه که همه چشم سومشون باز بشه. و خوبیش این هست که وقتی که این اتفاق بیفته هیچ کس روی زمین نمیتونه دروغ بگه، همه میبینن، همه متوجه میشن، همه درک میکنن اینجا این درست نیست، این غلطه، این داره دروغ میگه، این صادق نیست. خب و خیلی خیلی دنیای جالبی رو داریم واردش میشیم، دنیایی که بجز صداقت، بجز عشق، هیچ چیزی پذیرفته نیست و همه هم میفهمنش، یعنی بعد دیگه هیچ کم جرئت نمیکنه که اونجوری باشه، چون دیگه پذیرفته نیست و دیده میشه دیگه، نمیشه پنهان کرد، نمیشه پنهان کاری کرد. دقیقا. و ولی یه راجع به آزادی گفتیم، من اینو بگم، جهان پیرامون ما عین آینه است، عین آینه عمل میکنه. این آینه چه چیزهایی رو میخواد به ما بگه؟ اگر که من محدودیتی در بیرون خودم، در آینه بیرونم دارم میبینم، باید برگردم و ببینم درون خودم کجاها من هنوز آزاد نیستم، من درون خودم کجا هنوز گیر دارم. اگر من بیرون از خودم دارم ظلمی رو میبینم، من کجا دارم ظلم میکنم، من کجا به خودم یا به دیگران دارم ظلم میکنم. اگر محدودیتی، هر محدودیتی در بیرون من هست، یادم باشه محدودیتی در درون من هست، نمیشه، غیر ممکنه آزادی در بیرون من اتفاق بیفته پیش از آن که آزادی رو در درون خودم لمسش بکنم، احساسش بکنم، رشدش بدم. بنابراین بخشی از این مبارزات ما روی زمین، بخش مهمش این هست که درونمون رو پالایش بکنیم و هر چقدر که این سرعت پیدا بکنه آزادی نهایی زمین نزدیکتره. ببینید نیروهای زیادی، حالا میخوام برم رو بخش سوم گفتگوی امروزمون، ما تنها نیستیم، تمدن‌های زیادی هستن اومدن اینجا کمک ما، اما رول اصلی رو در این نمایش خودمون داریم اجرا می‌کنیم. چرا که آزادی اراده انسان بسیار محترمه، انقدر که اونها هم برای انسان این آزادی اراده رو قائل هستن. بگذاریم که نیروهایی که اسمشون رو نیروهای تاریک یا بعد چهار می‌ذارن، اونها آمدن و آزادی اراده انسان رو دور زدن، یعنی اومدن گولش زدن با دادن تصاویری بهش
بهش باوروندن که ضعیفه، تنهاست، جدا افتاده است، شروع کردن از جدا کردن آدم ها با هم دیگه، مرز بندی کردن، مرزهای کشورها، مرزهای شهرها، مرزهای سیاسی، مرزهای مذهبی و مرزهای بسیاری رو در درون ما و بیرون ما گذاشتن و ما قبول کردیم اینها رو. حالا زمانه انگار این آینه ای که افتاده زمین، خورد شده، شکسته شده، این وحدتی که به تکثر رسیده بود، زمانه به وحدت رسیدن این که تکثره، یعنی زمان این هست که ما تمام مرزهای درونی که من با تو و آن یکی دارم رو کنار بذارم، ببخشم، طلب بخشش بکنم، خودم رو ببخشم، دیگران رو ببخشم، طلب بخشش بکنم از دیگران و خودم و کل هستی و مادر گایا، و هممون با هم دیگه بدانیم که ما بسیار تک تکمون قدرتمند هستیم. فکر و احساس و فرکانس دونه به دونه شما مهمه. یعنی اگر که الان در این زمان بسیار مهم روی کره زمین هستین، هیچ چیزی اتفاقی نیست. شما اینجا هستی چون مسئولیتی دارید. اگر به شما باوراندن که من که ضعیفم، من که کاری نمیتونم بکنم، از من چه کاری برمیاد، اونا قدرت، نه، اونا هیچ قدرتی ندارن، اونا قدرتشون از ذهن ما گرفتن. و میخوام راجع به فوکوس کردن، یعنی انرژی دادن یا انرژی ندادن به چیزی، برای اینکه ما اگر که میخوایم چیزی رو روی کره زمین نباشه، در زندگیمون نباشه، در کشورمون نباشه، چه کار باید بکنیم؟ این خواهش میکنم این کلید رو همه بگیرن. وقتی که ما به هر چیزی فوکوس بکنیم، بهش توجه بکنیم، داریم بهش انرژی میدیم. توجه دادن میتونه مثبت باشه، توجه کردن میتونه منفی باشه. یعنی حتی ما وقتی روی شخصی، روی سیستمی داریم فوکوس میکنیم و منفی هست و نمیخوایمش و داریم از دستش هرس میخوریم و خشمگینیم و متنفریم، ما داریم بهش انرژی میدیم. اون همینو میخواد، اون با این انرژی داره زندگی میکنه، حتی از این توجه منفی. بنابراین ما چه کار باید بکنیم؟ مثل شما دیدین وقتی که حتما تجربه رو بعضی داشتن، توی جمع میخواستن به یکی توجه نکنن، خب همه اومدن راجع به چیز دیگه حرف زدن، انگاری که اصلا اون وجود نداره، اون شخص نیست، اون موضوع نیستش. چه حسی درش به وجود میاد؟ احساس نابودی، نیستم اصلا، انگار برای من وجود ندارم. پس وقتی که ما میخوایم چیزی نباشه، راجبش فکر نکنیم، حرف نزنیم، توجه نکنیم، انرژی نذاریم براش. انرژی عزیزمون رو، انرژی عظیممون رو، انرژی باشکوهمون رو بیاریم بذاریم رو چیزایی که میخوایم باشه. همه میدونیم چی نمیخوایم باشه، ولی همه بدونیم که چی میخوایم باشه، چجوری، چه برنامه هایی داریم، چه پلان هایی داریم برای زمین، چه پلان هایی داریم برای ایران، چه ایده هایی داریم. شروع کنین همین الان، شروع کنین. تو میتونی، تو میتونی و تو مهمی. من میخوام اینو بگم، دونه بدونتون مهم هستین، دونه بدونتون انرژیتون و فکرتون و ایده هاتون مهمه، اگر نه که الان رو زمین نبودین. و این یک برنامه است که خودتون گذاشتین که بیاین زمین باشین و این دوره طلایی زمین رو ببینین. چیزی که در تاریخ زمین که بی نظیره، در تاریخ کیهان بی نظیره، دارم بهتون میگم و با اطمینان دارم بهتون میگم. انقدر ویدیوها، انقدر نشانه ها، انقدر تماس ها حاصل شده با سیستمی که بهش میگیم فدراسیون کهکشانی نور، تمدن های کیهانی که خیرخواه انسان ها هستن، از ابعاد بسیار بالاتر، که جنگ در ابعاد دیگری الان در واقع در حال انجامه و اونها بسیار دارن به کره زمین کمک میکنن. اما ما هم که پامون اینجا روی کره زمین هست، نقش بسیار مهمی داریم و اینو نباید یادمون بره. پس ما نیرویی داریم درون خودمون به نام خدای جاودان درون که اون رو میتونیم فعالش بکنیم. پس بسیار از درون قدرتمندیم، از بیرون هم داریم حمایت میشیم. یوفوها، کشتی‌های نوری بسیاری الان گرداگرد سیاره زمین هستن، شبانه روزی جنگ هست، دارن کمک میکنن و پیروزی نور حتمیه. یعنی این یک اتفاقیه که داره میافتاد، میخوام بگم افتاده، میخوام با این اطمینان بگم افتاده.
وقتی که چیزی رو قبول میکنیم، وقتی چیزی رو باور میکنیم، کار انجام شده. سیستم هستی رو باید یاد بگیریم، قوانین هستی رو باید یاد بگیریم. قانون هستی برای خلق کردن چیه؟ میگه چیزی رو که میخوای بخواهش تو ارسالش کن به هستی، برات بیشک برات میفرسته. کجا هست که تأخر و در واقع تعلل حاصل میشه؟ جاییست که من شک میکنم به توانایی خودم. اونجا هست که اون وقت با تأخیر میرسه یا نمیرسه یا من خرابش کردم. ولی میخوام بهتون بگم که پس ما قدرتمندیم، قدرت هم درونمون هست، هم نیروهای بسیار مهربان و خیرخواهی دارن ما رو حمایت میکنن. زمین هم که در خودش مادر عزیز موگایا در پروسه شیفت هست، برای طبیعت فراخوان میکنیم ما انرژی ها رو از همه هستی. چون ببینید ما نقشی که داریم رو کره زمین، یکی از نقشای مهمی که داریم، یکی از قوانین هستی رو میخوام بگم، قوانین کیهانی رو بگم، یکی از قوانین هست که ابعاد بالاتر در ابعاد پایینتر اجازه دخالت ندارن مگر با خواست خودشون. خب ما الان زمینی که تو بعد 3 هست، نهایتا داره شیفت میکنه به 5، نمیتونه از ابعاد بالاتر، یعنی نمیتونه همین جوری بشینه دستش رو دستش بذاره بگه خب بیا منو نجات بدن دیگه. اصلا همچین چیزی در کیهان نیست، بیا منو نجات بدین دیگه. نه، میگه بخوا خودتون باید تلاش بکنین و بخواهید. پس میخواهیم که به زمین کمک بشه، میخواهیم که به همین انسان ها کمک بشه و همیشه میخواهیم هر کجایی که احساس میکنیم که اینجا نیاز به کمک داره حتما باید فراخوان بکنیم و خودمون هم باید عمل بکنیم. و مهمترین چیزی که باید کنترلش رو داشته باشیم فکر و احساسمونه. امیدوارم که بیشتر بتونیم در تماس باشیم با مخاطبان عزیزتون. خیلی حرف هست برای گفتن، خیلی هستش در مورد حضور یا عبور یه تعداد خیلی زیادی از اسپیس شیپ یوفوها در به خورشید. الان این رو برای شما نشون میدن و یکی از آخرین ویدیوهایی هستش که از حضور این نیروهای مثبت در کهکشان فیلم برداری شده، براتون نشون میدن. مدارک زیاده، یعنی کسی که بدونه، فقط ما این پنجره رو داریم باز میکنیم میبینیم، میگیم این هست. بله. خودتون بریم و تحقیق بکنین و ببینین مدارک بیشتر رو. البته ما در کانال تلگراممون و اینستاگراممون همیشه خبرها رو میذاریم، وقتی رویداد انرژیکی در اتفاق میفته میگیم حتما، و خیلی اتفاقهای دیگری که مدام مردم رو در جریان میذاریم که قرار چی بشه یا چی شده. On the deeper layers. Greg Braden says the message hidden in the DNA of all living beings is that which spiritual masters have tried to convey to humanity through the ages. He now reveals what's written in the topmost layer of our genetic code. The top layer is one that we understand very well right now. And the top layer in the DNA of all life literally translates into the words God eternal within the body. God eternal within the body. بله دوستان، ویدیو رو دیدیم، کامل این ویدیوها رو براتون توی کامنت میذاریم اگر که خواستین دنبال بکنی. 100% که این افراد ویدیوهای دیگه ای هم دارن و دانسته های دیگه ای هم دارن که شما میتونید دنبال بکنید. میسپارم دست بانو رویا که در مورد این دو تا ویدیو که دیدین صحبت بکنم. خب الان ویدیوی آقای گرگ بریدن بوده که راجع به فعال کردن در واقع درباره کد خدای جاودان درون هست که درباره اون صحبت کردیم. خیلی ساده هست در واقع فعال کردن این کد هم درون بدن، که من نمیدونم آقای گرگ بریدن، مثلا ما براش ایمیل دادیم که این رو هم توی آزمایشگاهاشون تست بکنن، ولی ما روی بدنهای خودمون تست کردیم و توی اسکنهایی که خودمون از خودمون میکنیم متوجه شدیم که چقدر سریع با فعال کردن این کد داخل خودمون در واقع حتی چاکراهای خودمون رو میتونیم متعادل بکنیم. برای اینکه حال خوبی داشته باشیم باید چاکراهای متعادلی داشته باشیم، باید چاکراهای بازی داشته باشیم، هماهنگ باشن با هم دیگه، چون این چاکراهای ما
در واقع مراکز انرژی هستن که ما از طریق اینها از جهان اطرافمون انرژی میگیریم و انرژی میدیم. داریم در یک رد و بدل با کل این سیستم هستی هستیم. فقط اینجا یه چیز رو میخوام بهتون بگم. اگر که سیستمی به هر شکلی شما رو دچار ترس میکنه، ترس یکی از عوامل مهمی است که چاکرای ریشه فرد رو میبنده. ببینین ریشه فرد، شما فکر کنین گل، الان گلی که پشت سر شماست، این گل زیبا ریشه داره دیگه تو زمین، یه درخت ریشه داره دیگه، ما هم به عنوان موجوداتی که روی کره زمین هستیم ریشه داریم. این ریشه یک در واقع شکل یک چاکراست که به سمت زمین هست و روی بدن انرژیکی ما هست. یکی از آفتهای این چاکرا ترسه. هر زمانی که کسی میترسه چاکرای ریشه‌اش ضعیف میشه. حالا من براتون میگم که وقتی که این چاکرا ضعیف میشه چه اتفاقی برای سیستم بدنش، سیستم فیزیکی فرد میفته. این چاکرا وظیفه داره که انرژی رسانی بکنه به سیستم استخوان، ماهیچه، کلن سیستم انرژیکی فرد، خون، اینا رو انرژی رسانی بکنه. خب از نظر روانی این چاکرا احساس امنیت به فرد میده و همچنین نیازهای زمینی انسان رو برطرف میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه به میزان باز بودن یا بسته بودن این چاکرا هست که مثل این میمونه که این کد شماست، این پوان شماست. هر چقدر که این چاکرای شما بازتر باشه، فعالتر باشه، شما سهم بیشتری در استفاده از امکانات زمینی دارین. خب؟ نهایتاً مردمی که میترسن چاکرای ریشهشون بسته تر میشه، سهمشون از انرژی زمین کمتر میشه، بیماری های فیزیکی بیشتری سراغشون میاد، به لحاظ اقتصادی در فقر میفتن، در ناامنی میفتن. یعنی این چیزی که خودشون برای خودشون خلق میکنن چون اجازه دادن بترسن. ببینید که ترس چه میکنه با مردم. بیماری هایی که تو ناحیه لگن، کمر درد های زیادی که به وجود میاد، علتشون بسته شدن چاکرا ریشه است. بیماری های خونی، عضلانی، استخوانی، ریشه بسته میشه، به این سیستم انرژی نمیرسه. شما تصور بکنید یه برگ روی یک درخت، اگه شما کل هستی رو مثلا این زمین رو یه درخت ببینید، خب اگر یک درخت روی برگ روی این درخت میاد، اون قسمت دنباله برگ هست که به درخت وصل، به ساق وصل میشه، از اونجا این اتصالش رو با درخت قطع بکنه، انرژی و مواد غذایی از این درخت نگیره، چه اتفاقی میفته؟ برگ میمیره، برگ زرد میشه، میفته. پس این اتفاق که داره برای سیستم بدن انسانهایی که انرژی لازم رو از هستی نمیگیرن، از زمین نمیگیرن، اینه. چند جور اومده روشون کار شده. یک، مواد غذاییشون مسموم شده. خب ما مواد غذایی رو میتونیم پاکسازی بکنیم، راه داریم براش. ما با فراخوانی بعضی از نورها میتونیم پاکسازی بکنیم، غذا رو میتونیم پاکسازی بکنیم. دو، غذاهایی وارد عادات غذایی شده که اینها مسموم هستن، کلن یعنی پاکسازیشون هم بکنیم مسمومه. خوردن اجساد حیوانات، جسد دیگه، واقعا اون چیزی که جسده و داره خورده میشه فرکانس نداره، فرکانس مرده است. فرکانس مرده رو وقتی وارد این سیستم بدن میکنیم، بدن ما هم فرکانسش پایین در حد یک مرده میاد. یعنی چی؟ باکتری ها و ویروس هایی که در محیط قرار داریم، من دارم این علامت رو به شما میدم، بدن من در حد فرکانس یک مرده است، بیاین حمله کنیم، منم آماده تجزیه شدنم. یعنی ما با خوردن اجساد حیوانات دیگه داریم این پیام رو میدیم به طبیعت، طبیعت دیگه کار خودشو میکنه. پس ما چه کار بکنیم؟ نیایم گوشت وارد بدنمون بکنیم و لبنیات که اون هم بدن رو اسیدی میکنه. خیلی تحقیق شده در این باره، گوشت و لبنیات بدن رو اسیدی هم میکنن و خود این باعث سرطانهای بسیار و آمادگی بسیاری برای انواع بیماری ها میشه. این کاریست که با بدن انسان در طول سالهای زیادی شده. خب پس غذامون خودمون میتونیم تصحیح بکنیم، کسی جلوی ما رو نگرفته که ما گیاه خوار بشیم.
گیاهخوار بشیم، میوه های تازه استفاده بکنیم، سبزی، آب بسیار بیشتری استفاده بکنیم به جای نوشیدنی های مضر، و سیستم بدنمون رو از اسیدی به قلیایی تبدیل بکنیم. خب این محبتی است که در حق خودمون میتونیم بکنیم. ما داریم چی رو یاد میدیم الان؟ چه جوری سطح فرکانسمون رو بالا نگه داریم؟ ببینید بیماری یه فرکانس این پایین داره. خب ما میتونیم اینجا باشیم، در سطح این فرکانس باشیم که باهاش برخورد داشته باشیم. ما میتونیم فرکانسمون رو بالا بیاریم، هیچ برخوردی با هم نداشته باشیم. بیماری هست، باکتری هست، ما هم اینجا باشیم. اونم هست، ما هم هستیم. ولی اون کاری با ما نداره. یکی از کارهای دیگری که میتونیم بکنیم علاوه بر تصحیح سیستم تغذیه‌مون، تصحیح سیستم فکری و احساسیمونه. هر چیزی که ما رو روی استراب، ترس و نگران میاره خدافظی کنیم باهاش. اجازه ندیم مدیا ما رو دچار ترس بکنه، هیچ خبری ما رو دچار ترس و نگرانی بکنه، چون میخوان اتفاقا که چون میدونن اونا که بدن چقدر سیستمش و سیستم ایمنیش ضعیف میشه وقتی که میترسه. ما رسیدیم به جایی بودیم در مورد باز کردن چاکراها و چه تأثیری بسته بودن چاکراها میتونه داشته باشه. در مورد پینال گلند صحبت کردید که این رو اصلا اونجوری که من متوجه شدم اصلا میخواستن از علوم انسانی حذف بکنن که کسی از وجودش، از حضورش در بدن ما اصلا اطلاع نداشته باشه، چه برسه به اینی که کاراییش چی میخواد باشه. بنابراین همه جور دستکاری در علمی که به ما ارائه دادن کردن و همه جور تلقین‌های منفی در مورد ناتوانی ما کردن. و خوشحالم از اینی که ما واقعا خوشحالم که شما رو تونستم پیدا بکنم و بیاین این مسائل رو به صورت علم جدید در واقع میتونم بگم که خیلی علم ساده‌ای هم هست، همگان میفهمن، اصلا نیازی به کتاب‌های قطور و کورس‌های طولانی دانشگاهی رو نداره. یعنی این حقیقت چیزی بوده که به این سادگی میتونست برای بشر توضیح داده بشه و با اون کتاب ها، با اون فرمول ها، با اون آزمایشگاه های عریض و طویلی که داشتن سعی کردن حقیقت رو باز از بشر دور کنن. خوشحالم که شما رو پیدا کردم و خوشحالم که تشریف دارین. دوباره بفرمایید ادامه صحبتتون. تشکرم از شما و که این فرصت رو به من دادین و محبت کردین. البته این علومی نیست که من کشفش کرده باشم، اینا بودم، من فقط کانالی شدم برای اینکه اینا رو در اختیار هموطنان و همزبانان عزیز قرار بدیم و حالا شاید هم ترجمه بشه به زبانهای دیگه. راجع به غده پینال گفتیم، باز تاکید میکنیم راجع به غده پینال، بسیار غده مهمی هست. این غده در واقع که اندازه یک برنج به کوچکی یک دانه برنجه و خیلی ریز هست، بسیار مهمه. این در واقع که در واقع پشت این قسمت پیشانی قرار داره، وسط مغز قرار داره، این مثل یک رادار میمونه که این رادار فرستنده و گیرنده ماست. این رادار با دیگران و با کل کیهان. ببینید ما یک ابزار، یک چیزی رو اینجا داریم که هیچ تکنولوژی فکر نمی کنم بتونه این رو خلقش بکنه، به این ظرافت، به این کوچکی، که این فرصت رو به ما بده که با دنیای اطرافمون که خارج از این سیاره هست ما بتونیم تماس داشته باشیم. خیلی فوق‌العاده است این قده. بانو رویا، میشه که این ویروس و واکسنی که دارن درست میکنن در واقع شبیه سازی از همین قده به اندازه برنج باشه که داره خیلی اصرار دارن رو ما آزمایش بکنن و تزریقش بکنن؟ یعنی شاید دارن مشابه سازی منفی شو به این شکل دارن دو. مشابه سازی منفی و کاری که میخوام بکنن این هست، یعنی این رو من از خودم نمیگم، این رو ویدیوهای زیادی از دکترهای مختلفی از سراسر دنیا دیدم که همه با هم همزبان هستن که اینها تغییراتی روی RNA انسان ها میخوان به وجود بیارن، از حالت انسانی خارجش بکنن، تبدیلش بکنن به یک ربات که با این سیستم 5G که در واقع حالا بعضی جاها را انداختن، میخوان را بندازن، کسانی که این واکسن رو میزنن کاملا قابل کنترل هستن و زمان مرگ دستشونه دیگه، ریموت رو بزنن طرف مرده. یعنی الان میترسوننشون از اینکه برای حفظ بقا این کار رو بکنین، ولی در نهایت برای حذف انسانهایی که واکسن میزنن. بله دقیقا، بله منم اینو جای دیگه شنیده بودم، جای دیگه دیده بودم
که RNA که در واقع همون سیستم پروتئین بشر هست که این رو میخوان دستکاری بکنن و در آینده موجوداتی خواهند وجود خواهند داشت که شاید یه چیزی شبیه انسان شبیه حیوان بستگی داره به اینی که از چه برده دیگه برده های خودش باشن من بگیرن برای داشتیم راجع به چاکرا هم حرف می زدیم که توی برنامه قبلی داشتیم راجع به چاکرا ریشه حرف می زدیم اینکه چقدر این مهمه این چاکرای ریشه برای اینکه ببینیم اون حرص و طمعی که در بعضی ها وجود داره برای اینکه جا داشته باشن روی زمین جای بیشتری میخوان داشته باشن من این رو خیلی تحقیق کردم خودم با اسکن کردن چاکراهای آدمهای متفاوتی که هر چقدر چاکرای ریشهشون آسیب دیده تر بوده و مشکل دارتر بوده بیشتر سعی کردن که در واقع این احساس عدم امنیت درونیشون رو با گرفتن حق دیگران جبران بکنن داستان انرژی در جهان جنگ انرژی سلام خب حالا اگر کسی این چاکراش حالش خوب باشه چون خیلی هستن که شما میبینید خیلی دارن ولی احساس امنیت ندارن اون چاکرا ریشهشون آسیب دیده است و هی بیشتر میخوان و باعث ظلم بیشتر میشن اگر این آدما رو بیاریم تصحیحشون بکنیم و به سادگی با فعال کردن خدای جاودانه درون این چاکراهاشون متعادل بشه اون هرس و طمع آز از بین میره همه متوجه میشن که برای همه ما روی این سیاره جا هست برای نیازهای واقعی ما روی این سیاره غذا هست مگه یه انسان در روز به چقدر غذا احتیاج داره واقعا مگه به چقدر غذا احتیاج داره یعنی اون کسی که خیلی داره و اون کسی که واقعا خیلی نداره اختلاف قیمت غذاشون خیلی نیست پس اصلا مسئله غذا نیست چون سیاره برای همه غذا داره. وقتی که تبدیل بشه این سیستم های در واقع تولید گوشت به اون گیاهایی که داره میده به اونا زمین هایی که داره مصرف میشه اینها گیاهکاری بشه فقط در انسان ها مستقیم استفاده بکنن اصلا خیلی زیاد داریم ما غذا روی سیاره. پس مسئله این هست که وقتی که این چاکرا ریشه حالش خوب بشه هم انرژی رو ما به صورت مستقیم از مادر گایا و از هستی دریافت میکنیم پس چیزی به نام کمبود انرژی در سیستم ما نخواهد بود که کسی که احساس بکنه که نمیتونم حالم خوب نیست توانایی انجام کارمو ندارم جون ندارم اراده ندارم برای انجام کارم همین اینا که انرژی نداره طرف چی ریشهش رو زدن ریشهش با ترس زده شده ریشهش با احساس عدم توانایی زده شده راه داریم برای اینکه این باز بشه خیلی سریع و راحت بعد روی چاکراهای دیگه آدم ها هم کار کردن آخه اونها هم برنامه‌ریزی منفی شدن اونها هم باید تمیز بکنیم ما خیلی با خودمون کار داریم سیاره پاک داشتن اول اینکه ما هم باید از خودمون شروع بکنیم این پاکی رو چاکراهای جنسی انسان ها رو دچار آسیب کردن با پرن با مذهبی که فوکوسش روی این بوده که همه فوکوسش میبینی روی خود مسئله سکسه و ایجاد احساس گناه کردن ایجاد حس گناه کردن یا اینکه زیاده خواهی در سکس یا اینکه ناتوانی در سکس خب یه سری در واقع این امواجی که درست شده بوده تا حالا میدونید که چقدر روی روابط صحیح انسانی تأثیر منفی گذاشته خب حالا وقتی که بدونیم که این چاکرا چقدر انرژی پاکی داره و چون عنصرش هم آب هست چقدر میشه با آب راحت تطهیرش کرد و چقدر آدم ها میتونن با پاک و تطهیر کردن این چاکرا ارتباط های سالمی رو در جامعه شکل بدن چیزی که این رو زدن در جوامع ما ارتباط های سالم که این آسیب دیده و بعد وقتی اینها بر میگرده انسان ها داخل خودشون دارن بیدار میشن میگن چه لزومی داشته که این کارا رو بکنیم چرا آسیب زدیم به خودمون و دیگران با این در واقع روابطی که اوکی نبوده روابط موازی به هر شکل و بعد احساس گناه و بعد احساس خیانت که ایجاد شده که باز باعث ایجاد آلودگی بیشتری در این چاکرا شده حالا یاد میدیم که چجوری چقدر راحت اینو میتونیم تمیزش بکنیم و از این انرژی بزرگ ریشه و جنسی که مثل زغال سنگ میمونه اینو بیاریم بالا و تبدیلش کنیم به الماس یعنی این
همون انرژی که در مراقبه استفاده میشه همون انرژی است که از پایین به سمت بالا حرکت میکنه و تبدیل به الماس آگاهی میشه. همه چیز زندگی انسان، آنچه که باید باشه روی کره زمین، همه چیش باید در شادی باشه. یعنی اصل زندگی قرار بوده روی کره زمین بر شادی باشه، قرار هست که اینجوری باشه. انسان ها همه چیز براشون مهیا باشه. همه چیز که میگم یعنی نیازهای اساسی انسانی باید باشه: سقف، آب، غذا، امنیت. اولین نیازهای انسانی است. بعد رابطه سالم، احساس شادی که در اون چیزی رو که میخوام بهتون بگم، انباشتگی بسیار زیادی که در چاکرای ناف و خورشیدی آدم ها به وجود اومد، که این انباشتگی زیاد در اثر استرس و فشار زیاد و غم و غصه. شما میبینید که هر سیستمی که به شکلی غم و غصه رو وارد انرژی انسان میکنه، این انرژی چی میشه؟ این انسان ها این انرژی های کثیف، غم و غصه، تبدیل به بیماری میشه توی بدن، سایه هایی درست میکنه روی بدن فیزیکی که بعد سیستم پزشکی میخواد اونها رو با دارو و جراحی برداره. اما ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که دنیای انرژی است. این چیزی رو که احساسات و افکار درست کردن رو اگر تاریک بوده پاکش بکنیم، هیچ بیماری نخواهد بود. یعنی ما در آینده زمینی رو داریم پیش بینی میکنیم و دارم با قاطعیت این رو میگم، الان با اطمینان کامل دارم میگم، زمین آینده ما نیاز به هیچ بیمار و هیچ بیماری و هیچ دارویی نداریم روی کره زمین. پس کسانی که پس راجب فکر کردن راجب این بعد متوقف بشه. این هم یکی از چیزایی است که دیگه نباید روش فکر بکنیم. بعد روی این فکر بکنیم و فوکوسمون رو بذاریم، همونجوری که تو برنامه قبلی گفتم، چه چیزهایی می‌خوایم باشه روی کره زمین. غذا برای همه، سقف برای همه، شادی، تفریح برای همه. خب؟ و هر کسی که پلان داشته باشن مردم و زمینی رو که ما داریم میسازیمش و مال ماست، چه پلانی براش دارم؟ برای شادیش چه پلانی دارم؟ برای شادی مردم، برای تفریحاتشون چه پلانی دارم؟ تفریحات سالم. برای غذا برای همه چه پلانی دارم؟ غذای سالم. برای سقف برای همه که مناسب باشه با سیستم اکوسیستم مثلا اون منطقه، من چه پلانی دارم؟ همه خودشون رو الان مسئول بدونن. یعنی دیگه نباید منتظر باشیم که دولت ها و سیستم ها به ما اجازه بدن که ما چیکار بکنیم برای زمینمون. بابا زمین ماست. کی میتونه به خودش اجازه بده که به من بگه که تو پلان نداشته باش برای خونت؟ اینجا خونه ماست. دقیقا اون احساس مالکیت رو باید داشته باشیم، اون احساس نزدیکی رو باید داشته باشیم و همونطوری که با موج مثبت، با تفکر مثبت، خیلی ها حتی تونستن سرطان رو شکست بدن. یعنی اینی که با ویژوالایز کردن، با تجسم کردن اون چه که برای آینده، در آینده شما میخوای و فکر کردن مثبتوار به اون چیزی که میخوای اتفاق بیفته و باور، شما قادر خواهید بود که آینده رو عوض کنید. شما قادر خواهید بود که خودتون رو درمان کنید. در واقع شما قادر خواهید بود محیط زیست رو به یک نجات برسونید از این حالت اضمحلال و از این حالت تخریبی که سیستماتیک دارن سعی میکنن انجام بدن، میتونید نجات بدید. و باور کردن به توانایی ها، همون اصل اول. مطلبی رو اشاره فرمودید در مورد طمع. بله، شیطان یکی از، یعنی تر واقع به نظر من سه تا شیبه خیلی مهم داره. یکیش ایجاد طمعه که داریم میبینیم. به همه میگن که تو به درد نمیخوری اگر که فلان چیز رو نداشته باشی. یعنی این رو تلقیم میکنن به اینی که تو زمانی به درد میخوری که فلان چیز، حالا یه یات باشه، یه کشتی باشه، یه خونه ویلایی باشه، یا به هر حال وسایل و دارایی های ملموس و مادی. و اینجوری طمع رو ایجاد میکنن و طرف برای خواستن بیشتر، داشتن بیشتر، خیلی راحتتر خودشو به شیطان میفروشه. دومیش موازی‌سازیه، ایجاد شک با موازی‌سازی، با دوبله کردن. داریم میبینیم که شبیه سازی اصلا یکی از چیزهای خیلی خیلی فشن الان تو دنیا. آدم ها حتی دارن خودشونو یکسان میکنن
یک الگو بهشون دادن و آدم ها تو ایران چقدر داریم، همه دخترها یه شکلن، یعنی همش باید نگاه بکنن به اون شبیه سازی و دوبل سازی از طریق موازی سازی که دارن میکنن. این موازی سازی رو توی کار سیاسی هم میکنن، توی کار اقتصادی هم میکنن و توی کارهای اجتماعی هم میکنن. و به هر حال موضوع سر این بود، موازی سازی، دوبل سازی، شبیه سازی، ایجاد طمع، ایجاد شک و یک رقابت نابرابر برای آحاد جامعه برای اثبات ناتوانی هاشون. و اگر که این اثبات بشه براشون که اگر چیزی رو میخوان نمیتونن به دست بیارن، بهتر از هر حالت دیگه‌ای اینها میتونن سوال خودشونو، ذهنیت خودشونو به افکار شیطانی بفروشن. و این تجسم کردن یکی از بزرگترین شاید ابزارهای ما باشه برای اینی که این معادلات رو به هم بزنیم و به قول معروف توی خط دشمن بازی نکنیم. من صحبتم تموم شد، بانو رایا بفرمایید. خب ما به اینجا رسیدیم که هر کدوم از تفکر و احساساتی که به ما داده شده چه تأثیراتی داشته و الان دیگه آگاهانه اجازه ندیم که این تأثیرات روی ما گذاشته بشه. یعنی وقتی که راجع به غم حرف زدیم، خب میدونیم الان که غم خوردن آلوده کردن بدن هست و باعث بیماری میشه و هیچ کمکی هم به کسی نمیکنه. پس شادی را گسترش بدیم. الان میدونیم چی نمیخوایم و چی میخوایم. به جای ایجاد ترس و ناامنی برای دیگران کردن با کلاممون و با فکرمون و هر چیزی، ایجاد کلماتی رو به کار ببریم، احساساتی رو به هم دیگه بدیم که ایجاد امنیت بکنیم. اصلا راجع به امنیت فقط صحبت بکنیم. اگه اینقدر امنیت جای میبینیم، این رو خیلی راجبش حرف بزنیم، چون همونجور که عرض کردم به چی داریم الان انرژی میدیم. بله. حالا راجبه یکی از مهمترین مرکز بدن انسان میخوام حرف بزنم که مرکز قلبه، چیزی که مردم کشور ما خیلی دارنش. یعنی به خاطر اینم هست که مردم ایران داخل خیلی فشارهای متفاوتی هر چقدر هم که قرار میگیرن، نهایتاً هنوز اون رو بروزش میدن. اون نیروی عشق هست و نیروی قلبشون هست که خود همین آقای گرگ بردن، همین دانشمندی که معرفی کردیم، در چقدر راجع به نیروی قلب حرف میزنه، یا دانشمند دیگری به نام آقای دکتر جو دیسپانزا چقدر راجع به نیروی قلب صحبت میکنن، نیروی شفا بخش قلب که هم خودمون رو شفا بخشی میکنه. ببین اینها همه توی آزمایشگاه هاشون نیروی عشق رو اندازه گرفتن، تأثیراتش روی آدم ها و چقدر تحول ایجاد میکنه، علاوه بر اینکه در خودمون تحول جسمی و روحی ایجاد میشه، چقدر میتونه در ساز و کار جهان تأثیر بذاره. یعنی من نشستم داخل خونه خودم فکر میکنم من اگر از چیزی ناراحتم یا خشمگینم، ربطی به دیگران نداره، ولی ربط داره. یعنی اون احساسات شخصی شما، ما در یک سیستم شبکه انرژیکی بزرگی هممون با هم دیگه در ارتباط هستیم. پس اگر که من درونم خشمی دارم، نفرتی دارم یا برعکس عشقی دارم، دارم روی این سیستم تأثیر میذارم. حتی وقتی که در تنهای خودم نشستم دارم به کسی فکر میکنم، تو کلم باش دعوا میکنم، یا نشستم دارم میتشه میکنم، دارم روی هستی تأثیر میذارم. این بال زدن اگر که به اندازه بال پروانه هم باشه که حتما شنیدنش، میتونه در جای دیگه طوفان درست بکنه. انقدر فکر و احساسات ما در هر لحظه مهم هست و من خواهش میکنم به این مقوله توجه بشه که وقتی که ما از طریق چاکراهای قلبمون به هم دیگه وصل بشیم، همدیگر رو تایید بکنیم، عشق بدیم به همدیگه، ما داریم، چون قدرت عشق نیروی تاریکی رو به زمین میزنه. یعنی جایی که ما اونها میتونن عشق ما رو به تنفر ایجاد بکنن بردن، جایی که ما بتونیم عشق رو گسترش بدیم ما بردیم. هر روز میتونه معادلات زمین به هم بخوره و اون به میزان تأثیری هست که ما میتونیم روی ضمیر ناخودآگاه جمعی بذاریم. ضمیر ناخودآگاه جمعی چیزی که یونگ خیلی بهش اشاره کرد
مخصوصا در اواخر عمرش خیلی روی این بود. و ضمیر ناخودآگاه جمعی مثل اگر تصورش بکنیم مثل یک بانک جهانی بمونه، بانک جهانی انرژی بمونه، میشه از طریق اون انرژی انسان‌ها رو کنترل کرد. بنابراین شما یه روز داخل خونه‌تون نشستین، می‌بینین بی خودی بلند شدیم، این حالم خوب نیست، نمیدونم چرا ناراحتم، نمیدونم چرا دلشوره دارم، به خاطر اینکه به اون بانک وصلن و از طریق اون چیز رو ارسال کردن جای دیگر به مردمان دیگر در ضمیر ناخودآگاه از طریق فرکانسی، از طریق هر چیزی، از این روش‌هایی که بلدن اینو آلودش کردن. صبح یهو همه بلند میشن. خیلی جالبه، من پارسال یهو پیام‌هایی رو میگرفتم از مردم، یه گروهی که از همم خبر نداشتن احساس میکردن بعد خودکشی بکنن. این فکر خودکشی از کجا اومد؟ و من بهشون میگفتم، توضیح میدادم که ببینین این یه احساس شخصی شما نیست، بدونید که این یک احساسیه که داره برای شما فرستاده میشه برای اینکه شما خودتون رو بکشین. مثل همون کاری که با دلفینا شد، یا نهنگا بود یا دلفینا شد، جمع کردن. این فرکانسی داره برای شما فرستاده میشه، بنابراین آگاه باشیم از این که از این فرکانس هایی که با ابزارهای مختلف تزریق میشه به جامعه، به سیستم ضمیر ناخودآگاه، ما چه کار میتونیم بکنیم؟ ما اینجا قدرتمندیم. برای همینه که ما مدام میتیشن های جمعی داریم، برای اینکه پاک میکنیم، مثل یه توده کثیفی رو که ما هی مدام با این انرژی پاکش میکنیم، ما هی مدام به این ضمیر ناخودآگاه جمعی داریم انرژی و فرکانس بالا میفرستیم، تمیزش میکنیم که مردم سطح انرژیشون بالاتر بشه. چون هر چقدر که همه سطح انرژی و آگاهیشون بالاتر بشه، همه بیدار میشن. بیدار بشن، همه خب میدونن که خودشون همه کاره زمینن و اجازه نمیدن که کسی براشون تصمیم بگیره. خیلی ارزالم ظاهرا، ولی چاکره قلب بودیم، ولی بذاریم بدم. چاکره قلب بودیم و راجع به قدرت عشق داشتیم میگفتیم، ولی بیایم بالاتر. این خیلی مهمه. شما راجع به دعا صحبت کردین، من میخوام اینو بگم که چاکرای گلوی ما، چاکرایی که کلام ازش خارج میشه، چقدر این چاکرا مهمه در اینکه ما خواسته هامون، آرزوهامون، یا چیزی که شما دعا مینامین، چجوری اینها متجلی بشن و چه چیزی باعث تجلی نیافتن خواسته ها و آرزوها و دعاهای ما هست. و آن چاکراهای گلویی است که آلوده شده باشن به دروغ، به ناراستی، به عدم صداقت. ببینین، عدم صداقت، صداقت در کلام، صداقت هر چیزی، آدم عدمش رو داشته باشه، عدم صداقت داشته باشه و دروغگویی، باعث بسته شدن و کثیف شدن و تنگ شدن چاکرای گلو میشه. پس بر میگردیم به سنیک، پندار نیک، که ما راجع به افکار گفتیم که مواظب باشیم ببینیم چقدر این ستا جمله چقدر مهمه. پندار نیک، چون داریم با اون پندار ما احساساتی رو برای ما به همراه میاره، ما داریم خلق میکنیم، برای خودمون داریم خلق میکنیم، برای همسایه‌مون، برای هموطنمون. بنابراین ما چه چیزی راجع به مردم کشورمون فکر میکنیم؟ من خیلی متاسف میشم وقتی کسانی رو میبینم، هموطنان رو میبینم که راجع به مردم کشورشون بد میگن، راجع به کشورشون بد میگن. من یه مسئولیتی داشتم با عزیزان افغان توی سوئد و من دیدم که راجع به خودشون بد میگن و باشون دعوا میکردم. گفتم چرا برای اینکه به هم فحش بدید، به هم میگید افغانی، چرا این کار رو با خودتون میکنید؟ گرامی بداریم خدای جاودان درون خودمان را و گرامی بداریم خدای جاودان درون دیگران را، چون همه ما یکی هستیم. پس پندار نیک، گفتار نیک و در نتیجه کردار نیک، این سه نیکیست که هممون باید الان آگاهانه پاس بداریم. و من خواهش میکنم از همتون، از همه شما شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه، که خودتون رو بسیار مهم بدانید در این پروسه شیفت زمین، پروسه آزادسازی زمین، که ایران هم یه بخش کوچیکشه. دقیقا. آزادی برای همه است، آزادی درونی و آزادی کل سیاره، کل جهان. بله، بسیار استفاده بردیم. آیا شما میخواید که اون یکی کلیپ دیگر رو نشون بدیم الان یا که راجب
یوفوها بود، درسته؟ بله بله. یه خانمی بودن که ویدئوشون به دست من رسید که ایشون خودشون عکس گرفتن و فیلم گرفتن از یوفوهایی که دارن به سمت خورشید میرن و خیلی خوشحال میشم که اون رو در اختیار بینندگان عزیزتون قرار بدین که آشنا بشن، خودشون برن در یوتیوب نگاه بکنن و شما یه قسمتشو نشون میدین. ولی خیلی خیلی عکس هایی هست در فیسبوک، یوتیوب، این ور اونور، همه میتونن برن خودشون سرچ بکنن راجع به یوفوهای. البته یوفو هم باز دو جور داریم، یه سری هستن مال بعد چاریا هستن، اونها معمولا فلزی هستن، سرد و سنگین، ولی یوفوهایی که بیشتر جنسای پلاسمایی دارن اونها که وارد خورشید میشن. و میخوام اینو اینجا بهتون بگم، ببینید چقدر علم دستکاری شده است. حالا میگفتن که خورشید فلان نمیشه بهش نزدیک شد، ولی ما اطلاع داریم که خورشید یک پورتاله، یک پورتالی است که از منظومه های دیگه سفینه ها میتونن وارد بشن به منظومه شمسی، میتونن خارج بشن. پورتالی که از اون نور میاد، از خورشیدهای دیگری، از جاهای دیگری نور میاد، در واقع مثل یک فیلتر میمونه و خیلی چیزها از انسانها دور نگه داشته شده، ولی زمان بیدارسازی است و زمان رسیدن اطلاعات و آگاهی های جدید به سیاره است. باز باشیم، گیرنده باشیم و بدانیم که درسته همه چی داره تغییر میکنه و آنجوری نیست که ما همیشه عادت داشتیم که باشه. باز باشیم برای اطلاعات جدید و در این حال بتونیم تشخیص بدیم که کدوم اطلاعات فیک هستن و کدوم اطلاعات واقعی هستن و هر چیزی رو هم قبول نکنیم که به عنوان اطلاع در دسترسمون قرار میگیره. Headline, this little title right here. Let me see this. Let me show this right here. Right here, these UFO ships aren't leaving. Okay, I took this picture today. We can enlarge it a little bit, and you all can see right here that these clearly are ships in the sky. And you know, some of the I got it on there. See, these UFO ships aren't leaving at all. The mothership was spotted in Hawaii last night. I think that's Vandenberg. It's wonderful. It really is wonderful. Yes. These are absolutely amazing, and I'm just going to tell you all right now, I don't take pictures of these ships like I used to, like back in 2018 and 2019. That's all I did was take pictures of these ships, and the more pictures I took, the more ships showed up. That's how that worked. So I just, sometimes I take these and sometimes I don't, but I thought it's a gray sky out. I haven't taken pictures in a while, so I'm just taking some pictures of these ships. So this is what we've got going on right here. بله، سپاس از شما برای نشون دادن این ویدیو. ویدیوهای زیادی هست، ما چند تا کلیپ لینک هستش میذاریم براتون توی کامنت ها دوستان، اگر بخواین خودتون پیگیری بکنید، دنبال حقایق بیشتری باشین، این دیگه اختیار با خودتون هستش. از همینجا من از بانو رویا قول میگیرم که دوباره باز در خدمتشون باشیم. البته تاریخش رو اعلام نمی کنیم چون با مسائل دیگه باید حتما بررسی بکنیم. بسیار بسیار من خوشحال هستم که ارتباط بین من و شما برقرار شد و تونستیم که به هر حال با مسافت ها و زمان اختلاف های زمانی و گرفتاری هایی که هر دو داریم، به هر حال فکر میکنم همت هر دو بود که تونستیم این برنامه رو ترتیب بدیم. خیلی خوشحال هستم، امیدوارم که بیشتر در خدمتون باشیم و امید دارم به اینی که کمکی باشیم، بتونیم کمکی بکنیم، اول برای خودمون و بعد برای بشریت، که بتونیم راهی رو که کمک میکنه به آزاد شدن، چه از قید انسان، چه از قید افکار شخصی و چه از کل اسارتی که ما رو سالها گرفتن، بتونیم نجات پیدا بکنیم. ممکن باشه اگه محبت بکنید که لوگوی کانال یانور بانو رویا رو به خاطر اینی که موازی سازی کردن و واقعا خیلی ها به گمراهی کشیده میشن، اون لوگو رو اگر که لطف بکنید نشون بدید که دوستان اگر که میخوان بانو رویا رو پیگیری بکنن بدونن کجا باید دنبالشون بگردن و بعدش هم صحبت پایانی رو از بانو رویا میشنویم. اولا خیلی ممنون که لوگوی کانال رو نشون میدیم، به خاطر که همونجور که فرمودین موازی سازی و کانال های فیک با اسامی خیلی شبیه به این و حتی گذاشتن عکس خودم برای پروفایلشون که خب این اشتباه پیش میاد که خب این عکس خود رویاست و بعدم میرن عضو اون کانال میشن متاسفانه و میبینن داخل اون کانال
ما داریم به خودمون فحش میدیم. یعنی خیلی هم عجیب هست که مردم باز دنبال بکنن کانال های فکر رو، ولی خب به هر حال خیلی ممنون هستم، خیلی ممنون هستم از اینکه این فرصت داده شد که با عزیزان دیگری که در جاهای دیگر زمین هستن از طریق کانال شما صحبت بشه و این پیام عشق بهشون رسیده بشه و این پیام که تنها نیستیم، بسیار قدرتمند هستیم، یک خودمون تنها، دو با هم دیگه اینجا روی زمین قدرت بسیار فوق‌العاده‌ای داریم. برای همین مدام سعی میشه که ما از هم فاصله بگیریم، ماسک بزن، فاصله بگیر، نزدیک هم نرو، همدیگه رو در آغوش نگیر، بخاطر اینکه خود در آغوش گرفتن همدیگه ارتعاش بسیار بالایی درست میکنه که از این میترسن. یعنی به هر شکلی سعی میشه این جداسازی بشه. خواهش میکنم به هر چیزی که عقیده داریم، به هر چیزی که ایمان داریم، به هر چیزی که باور داریم، یادمون باشه که همه ما یکی هستیم، همه ما واقعا یکی هستیم، چون یک انرژی کل و واحد هست که ما هر کدوممون بخشی از این انرژی کل واحد در بدنهای متفاوتی فقط هستیم. یعنی داریم در این بدنهای متفاوت زندگی رو به شیوه دیگری تجربه میکنیم. بنابراین بانو، شما خود من هستی، من خود شما هستم، من آقای کارگردان هستم، شما یعنی هممون بله. یکی هستیم، جزئی از یک کل هستیم در تجربه یک بالوی مولا. همه شنوندگان و بینندگان، از این رو هر چقدر که این عشق رو ما گسترش بدیم، اون چیزایی رو که نمیخوایم روی سیاره باشه رو خود به خود داریم دفع میکنیم. چون تغییر، ببین همه چی در این جهان گفتیم فرکانس، وقتی فرکانس عمومی بالا میره و فرکانس زمین هم داره بالا میره، اون موجوداتی که فرکانسشون با این وضعیت جدید نمیخوره، خود به خود سیستم کیهانی دفعشون میکنه، محکوم به فنا هستن. بله، محکوم هستن که ترک بکنن. بله. مرسی از همتون که مأموریت خودتون رو برداشتید، دست گرفتید، پلان هاتون رو واسه زمین جدید لطفاً بنویسید، چون بله. نوشتن بسیار قدرتمنده، با نوشتنتون خلق میکنید. عاشقتون هستم. ممنونم، مرسی، لطف کردید. من تاریخ برنامه بعدی رو الان نمیدم چون واقعا نمیدونیم، باید بیشتر با هم صحبت بکنیم. از حضورتون واقعا ممنون هستم و از زحمات جناب کمالپور که همیشه با صبوری این برنامه رو هدایت میکنن، کارگردانی میکنن و وقتشون رو در اختیار ما میذارن. تشکر میکنم و همچنین از صفحه رستاخیز سیمرغ برای اینی که اجازه میدن از برنامه های پربیننده خودشون استفاده بشه. زایش امید رو معرفی کردن و سهم عظیمی در موفقیت برنامه زایش امید هم داشتن، اینو ما میدونیم و امیدواریم که در حال دوستان، بینندگان و شنوندگانی که با ما هستن بتونن بهترین استفاده رو از برنامه ها ببرن، چون برای اونهاست و واقعا کمک میکنه به اینی که آزادسازی بشر و جهان هرچه زودتر اتفاق بیفته، فقط با آگاهی. بیاری خدا. بله، به همه تون شب بخیر میگم، به درود میگم و به امید دیدار دیگر و روز دیگر. مرسی، عشق و نور باشه بر همه و خدا نگهدار. عشق و نور بر همه. بله، مرسی و سپاس، روزتون بخیر. سپاس گذارم از شما.